سیاحتنامه ابراهیم بیگ جلد دوم نویسنده حاج زین العابدین مراقعی تهیه شده در بنیاد آینه اما نماز نه آنکه سر به زمین و ته به هوا کند یعنی عبادت به خدا کند. خدا به نماز و روزه ی کسی محتاج نیست. هرچه امر فرموده صلاح عباد در اتیان به آن و هرچه نهی نموده مسلحت بندگان در ترک آن است. از دولت و ملت ژاپن باید عبرت گرفت که به چه اندازه در دین بتپرستی خود راسخ هستند. با وجودی که آنها تمام قوانین خود را از فرنگستان آورده و در ملک خود مجری داشته و مقتدر بر هر چیز گشته اند و حالان که ذره از بودپرستی آنان هم نکاسته است. قانون عبارت از اصول مملکتداری و لشکرارایی و اخذ مالیات و حفظ حقوق رعیت و اجرای عدالت است. اما ما بیچارگان از آنجا رانده از اینجا مانده خسرت دنیا و آخره، نه قانون می دانیم و نه شعونات مذهب میشناسیم. شریعت محمدی سهله و سمهه است. هر گناه تصور شود در مسلمانی ماست و الا اسلام به ذات خود ندارد عیبی. جمیع عیوبات در نفس ماست. ما ابدا نه از مسلمانی خبر داریم نه از لوازم شعونات ملیه خود آگاهیم، نه حق خیش می و نه حدود دیگران را می دانیم. ما از هیچ چیز خبر نداریم و اگر داریم هم محض قول است، نه فعل و عمل. همین که چند نفر یک جا جمع شدیم، بعد از صرف چند قده باده ناب زهرمار نطقها می نماییم و تأصفها می کنیم. آمخ وطن ما خراب شد ملت ما پس افتاد امان از دست بعض صاحبان امامه که امامه را به تزویر قصب کرده و جز مسئله تهارت چیزی نفهمیده مخرب حقیقی ملک و ملت بعض از مزورانند از کسی شنیده نشد که بگوید آبخ دولت ما بی قدرت گشته که حافظ مال و عرض و جان و ناموس ماست حیف که وزرای ما غرق بحر معایبند از ترس بروز عیوبات خود به اصلاح ملایان مصنوعی نمی پردازند. معلوم است که حکایت اینها همان حکایت دزد و قاضی است که به یک نفر عالم گفتند فلان قاضی دزدی کرده گفت چنین مگو بلکه بگو فلان دزد قضاوت می کند و الا قاضی دزد نمی شود. هزاران دزد در لباس قاضی مترسد دزدی مال ملت و ناموس شریعتند به اصلاح آوردن ایشان ذمه دولت و حکومت است ولی اعمال عمرای دولت چندان زشت است که از دزد میترسند زیرا اگر احیانا دزد را مسئول دارند که حق فلان مظلوم را چرا پایمال کردی و به چه دلیل از فلان ظالم رشوت گرفته حکم بر ابطال حق فلان مظلوم دادی در جواب گوید به همان دلیل و قانون که تو حق دولت و ملت را به فلان اجنبی فروختی و فلان حاکم جابر و ظالم که ظلم و تغیان او در نزد تو مکرر به ثبوت رسیده باز تعارف گرفته حکومت فلان شهر ارزانی داشتی میخواهی که بی اعتدالی تو را یکان یکان بشمارم؟ نیز ما و نیز تو رو دم مزن. در این وقت مجادله به مسافهه انجامد. اگر وزرای ما دیانت و تربیت را بر سر کار وادارند، بیخ ظلم کنده می شود. علمای حقانی کثر الله امثالهم را که حافظ شریعت و حامی ملتند، اگر تقویت کنند و قضات را از مردمان صحیح تعیین فرمایند، نه ناموس دولت برباد می رود نه مال ملت تلف می شود عموم در مهد آسایش می اگر حال بر این منوال بگذرد چنان که ذکر شد دائم چند نفر از اشخاص بیوقوف همین که یکی از پاریس دیگری از اسلامبول و سومی از روسیه برگشت و بعض سخنان بی سر و دم را که توتیوار از این و از آن شنیده اند به قالب زنند رفته رفته مردم را از دین و مذهب بری خواهند نمود. یک نفر میخواهد که گریبان این گونه اشخاص را گرفته بگوید ای نادانان پنج سال اختیار ایران را به کف بی کفایت شما گذاشتیم. بسم الله هرچه می توانید اصلاح کنید. آن وقت مانند خر در گل فرو خواهند ماند و قوه نطق کشیدن نخواهند داشت. وقتی بنده مسکو در منزل یک نفر فرنگی معاب مهمان بودم سفره گستردند شراب و مزه گذاشتند یکی از فرنگی معابان برخواسته نطق مفصلی از سخنان یاوه و هرزه ادا نموده و به سلامتی صاحب منزل باده نوشید باز به سلامتی هر یکی از ارکان مجلس جداگانه قده پیمود کم کم به سلامتی داداشان و دوستان قایب رسید. در هر دور از حب وطن حدیث می راندند و اشعار می خاندند. از عدم قانون در ایران شکایت ها می کردند، تأصف ها می نمودند. دو ساعت نگذشت، یکی از نطق باز مانده، مانند مرده، بی حرکت و حس افتاد. دیگری را قی آرز گشته مجلس را ملوث نمود. سومی بنای اربده را گذاشت بنده هم سیر اطوار و حرکات این مدعیان مدنیت و طالبان نظام قانون را می نمودم و در گوشه ای خزیده بودم در مجلس دیگر قبل از آنی که بدین اوالم برسند گفتم ای نجیبان یاوگوی حرز درای چندین سال است که در این ولایت هستید هنوز از صد یک قانون تجرع را یاد نگرفته اید. بدین هیکل منحوس و شمایل منفور و زبان ملوث دم از قانون و حب وطن میزنید و چنان میپندارید که با خوش کردن مقعد با کاغذ و تر کردن دهن با شراب انسان کامل شده اید؟ نخستین صفات مروجین هر قانون در هر دین و مذهب و قوم و ملت که باشند امانت و دیانت است و باید با اعتقاد پاک و استواری در دین و مذهب خود قانون را برای رواج آیین خیش مجری بدارند و الا برای بیدین و لا مذهب نه قانون لازم است نه نظام چه اولین مرتبه بیقانونی و بینظامی سهل گرفتن احکام مذهب است و حالان که قانون و نظام برای حفظ شریعت و محافظت طریقت و نگاهداری معابد و سیانت احکام کتاب آسمانی است و تربیت لشکر به جهت جهاد و دفاع حجوم اعادی می باشد. اگر گفته شود قانون به جهت حب وطن و حفظ آن است خواهم گفت ابدا سربازان بلکه قالب رجال بزرگ طبقات مختلفه ما هنوز اسمی از حب به وطن نشنیده و رسمی از آن را نفهمیدند و کلیه از این عوالم دورند ولی نتایج حسنه قانون شامل حال وطن خواهد گردید. بلجمله انان سخن از دست رها شد. باز بر سر مطلب خود رویم. قانون و اجرای آن در ایران هم مشکل است و هم آسان. آن که مشکل است و بلکه در نهایت اشکال و سختی به جهت اجرای آن کرورها پول لازم و قتل نفوس کلی در پیش می آید. اما آنچه آسان است نه پول لازم دارد نه از دماغ یک نفر خون می آید. مشکل آن است که وزرای ایران خواسته باشند با عقل و رأی خود قانون ترتیب داده بگذارند. آسان آن است که اهل مغرب دویست سال زحمت کشیده، خون جگر خورده، نفوس تلف کرده، قانونی مرتب داشته، اکنون با کمال فراغت و سهولت اجرا می دارند. او را ترجمه درست نموده، فوراً بعض جهات که برای ایران منافیست، حک و اصلاح کرده، به موقع اجرا گذارند. برای ایزاه مطلب چند سطر از نگارشات شخص معلومی در اینجا بیان شود تا معلوم گردد که اصل مطلب جز این نیست و نخواهد بود. شخص معلوم چنین می نویسد. در این اوقات بعضی از وزرای ما خوب فهمیده اند که حفظ دولت ایران ممکن نیست مگر به تأسیس قوانین دولتی ولکن اغلب بزرگان ایران اصلا نفهمیده اند که یافتن قوانین چقدر مشکل و چقدر معظم است. خیالشان بر این است که هر صاحب عقل مقتدر است به افکار خود قانونی مرتب داشته مجری دارد. این مراتب صحب بلکه خبت را شرح نمیدهم. دهم لکن اینقدر عرض می کنم که ارتباط و ناشرات قوانین به حدی باریک است که دقایق این ارتباط و ناشرات را دیده ی عقل خردبین از درک رموز آن عاجز و فکر بلند پرواز به معارج آن نتواند رسید. حکمای با معرفت و اغلای با مدرک از سه هزار سال پیش تا کنون با تیشه ی اندیشه ی افکار خیلی دل خراشیده و موشکافی کرده اند که اگر اغلای حالی جمع شوند در باب قوانین دولتی یک سطر بر آن نتوانند افزود و یا کم کرد و هرچه بگویند یا از دایره خارج و یا تکرار خواهد بود به هم بست کردن هر قانون دولتی اقلا دویست سال طول کشیده اگر خسارت و صدماتی که به جهت تأسیس قوانین دولتی بر ملت فرنگ وارد آمده حساب کنیم در انگلیس و فرانسه سر هر سطری از سطور اصول قوانین اقلا ده کرور مصرف برداشته. با وصف این مراتب یک وزیر ناخوانده ایرانی پیش خود می نشیند و بهترین قوانین را رد می کند. در آن واحد عجیبتر این که می خواهد در همان مجلس در مقابل قانون فرنگ قانونی ترتیب دهد بهتر از آن. و متصل میگوید فرنگیان که نظامات را از آسمان نیاوردند. متوقعیم که این عقل و شعور را قدری صرف فرموده تلگراف، تلفن، عکس و امثال آن را ایجاد کنید. اگر مقتدر بودم این اشخاص با شعور را یک جا جمع کرده و تا شش ماه مهلتشان میدادم که معنی پول کاغذ را به من حالی نمایند. نه معنی پول کاغذ اگر بگویم شمع گچی درست کنید خواهند گفت ما به روسیه نرفته و یاد نگرفته ایم. ولی اگر گویند ایران که یک مملکت وسیع بزرگ است نظم دهید فورا آواز برارند که حاضریم و بهتر از همه از عهده این کار توانیم برآمد اگر از ایشان بپرسند شما که علم شم ساختن را نخوانده اید مقننی که صدها علم دارد در کجا خانده اید؟ خواهند گفت از روی عقل ترتیب خواهیم نمود و اصل صحف در اینجاست که خود را عاقل می دانند در صورتی که تصدیق به بی علمی خود هم می کنند. عجب این است که تا حال ندانستند در این مراتب علم لازم است نه عقل. خداوند عالم با همه قدرت خلقت اشیاء را به علم نسبت می دهد، نه به قدرت به کل خلقن علیم می فرماید. پس معلوم است که بی علم خلقت و ایجاد هیچ چیز میسر نیست اگر عقل آهاد یک ملت از افلاتون هم بیشتر باشد باز بدون تعلیم فنون جدیده نخواهند دانست اداره شهر و معنی بلدیه و مجلس چیست باز هزار سال دیگر شهرهایشان به همان بگلر بیگی اداره خواهد شد. اعظم موانع ترقی ایران این است که وزرای ما عقل خود را ترجیح بر علوم و فنون فرنگستان می دهند. هر وقت که وزرا بر عظمت این اشتباه خود ملتفت شدند، در یک ماه ایران نظم خواهد گرفت. هیچ جای شبه نیست که وزرای ایران اشخاص عاقل و ادیب با کمال هستند و هر کدام چند صد شعر عربی حفظ دارند ولی با کمال فروتنی رئیت از ایشان استدعا می نماید که این عقل را در تنظیم امور دولتی صرف نفرموده در جای دیگر صرف فرمایند در چندین قرن با عقل کار کرده اش را برده و لذتش را چشیدید کفایت می کند من نمیگویم حاجی میرزا آقاسی عقلی نداشت و یا این وزیر نوری ظلمانی بود من میگویم چون علم مملکت داری نخوانده خاک ایران را برباد کرد حال اقتضای مروت این است که به عقل وزرای خود قانع نشده قدری هم از علم وزرای خارجه استعمال نماییم مقصود از این تفصیل این است که ایران نظم و نظام نمیگیرد مگر در صورتی که دستگاه دیوان نظم بگیرد. نظم دستگاه دیوان موقوف به دو مطلب است. یکی اینکه اولا بدانیم نظم لازم و ضرورت است یا نه دوم آنکه در صورت لزوم نظم بدانیم که به چه وجه توان این دستگاه را نظام داد. پس از تفهیم این دو صورت مطلب آسان می گردد. اگر مطلب آخری اختیار شود دور نیست که دولت ایران سی سال دیگر در تردد بماند. آنچه اولیست عمرای ایران هنوز منکر لزوم این دستگاه هستند. البته آنان منافع شخصی خود را ملحوظ می دارند و از منافع نظام مملکت صرف نظر می نمایند. اگر از هزار یک معایب دستگاه دیوان را ملتفت می شدند، ممکن نبود که تغییر این دستگاه را به دعا از خدا نخواهند. از وزراء ایران بعضی صاحبان غیرت و طالبان نظم بودند. لکن عوض این که احوال نظم را ملتفت شوند، غیرت و خیالات خود را مدتها صرف فروعات جزئی کردند. نظم ایران موقوف به فهمیدن همین مطلب است، هر کس این مطلب اهم را در افکار وزرای ایران جای داد خدمت بسیار بزرگ به دولت ایران کرده است. جای انکار نیست که در اواخر بعضی از اولیای دولت به جهت نظم ایران خیالات عالی بروز دادند و تدابیر با معنی بردند. لکن نتیجه این تدابیر یا غیر معمول ماند و یا موجب خسارت دولت شد. چون دستگاه نظم نداریم، ده بار حکم کردند، نوکر زیاد نگاه ندارند. در این باب چند دفعه شور و مشورت کردند و قرار قطعی دادند. چرا این حکم مختصر و جزئی با وجود آن تأکیدات معمول نگشت؟ معلوم می شود که دستگاه بی نظم است، وضع دیوان ما ناقص است. اگر معادن زغال را راهندازیم، سالی ده کرور منفعت دولت خواهد شد. اما با این وضع دستگاه دیوان محال است بتوان یک دستگاه چرخ آبکشی ترتیب داد. اگر گرگان را آباد کنیم نظم ترکمان آسان شود ولی نمی شود. چرا؟ نظم دستگاه نداریم. اگر بخواهیم افواج ما مثل افواج فرنگ شود و صدها معلم بیاوریم محال است. محال چرا؟ دستگاه دیوان نداریم. مالیات ما از این زیاده تر ممکن نیست شود چه اگر زیاد اخذ شود مایه یه هزار اشکال می گردد. به چه جهت؟ دستگاه دیوان نداریم. یک وقت میبینی بینی وزراء ما گویا به تعلیم فرنگ معتقد شده از فرنگستان معلم برای سرباز میآورند ولی از جانب دیگر منکر علم وزارت فرنگ هستند. گویا علوم و فنون وزارت را از مشق سربازی هم بیمایتر تر دانستند و چنان پندارند که اداره بلدیه باید به اصول تاتار باشد. مالیات را باید مانند چنگیز بگیرند. در هیچ مملکت، هیچ پادشاهی به قدر پادشاه ایران احکام صادر نمی کند. چرا؟ دستگاه دیوان ندارد. در ایران تحصیل هیچ منصب وابسته به هیچ شرطی نیست و هیچ کس نیست که بفهمد دولت ایران طالب چه هنر است. اهل ایران از ملل فرنگ قابلتر و مستعد تعلیم هر علم هستند اما به واسطه عدم تعیین شرایط استحقاق نمی دانند که استعداد خود را در چه علم بروز و ظهور دهند و به تحصیل علم بر شوق و ذوق همه کس بیافزایند. اصلاح این عیب بزرگ با تأسیس دارالفنون نمی شود. تحصیل مناسب را باید مشخص نمود یعنی قانون گذاشته شود که کسی به فلان رتبه عالیه و منصب عروج نتواند کرد الا به تحصیل فلان علوم المعروفو به قدر المعرفه این قانون را اگر تا ده سال به موقع عمل گذاشته مجری بدارند بعد از ده سال خواهند دید در خاک پاک ایران چقدر ارباب عقل و درایت و عالمان با کفایت و تمییز اظهار حیات نمایند چون همه میل و محبت به علو جاه و پول دارند و همگی طالبند مواجب ده را به پنجاه رسانند و از عهده پست به بالا روند اگر این مراتب بسته به وجود علم شود درجات علمیه رجال ما از هر طبقه ترقیات محیر العقول خواهد نمود. لکن اکنون که بنده یک پسر فرزانه دارم نه او فکر تحصیل است نه بنده در پی تشویق آن. به خیال این که سرتیب شدن بسته به وجود هزار تومان و حکومت فلان شهر بسته به ده هزار تومان است هر کسی مقتدر باشد نایل به مرام می شود و الا فلا. و این چندان جای تعجب نیست تعجب در آنجاست که با این حال میخواهیم در پاریس هم سفارت داشته باشیم داخل در معادله و معاملات فرنگ هم باشیم خلاصه در ایران نهادن قانون آسان و بلا شک و شبه مالیات عراضی را در دو سال چهل کرور می توان کرد اما به شرط نظم و به شرطی که ولایت ایران را در تحت دستگاه نظام درآورده نفروشیم. یک نفر حکیم انگلیس به پادشاه خود می نویسد اگر احیانا تو را تنگ دستی رخ نمود اساس سلطنتی را بفروش زینهار حکومت و ولایت مفروش که به تجربه رسیده که عاقبت به خیر منجر نمی شود. اما حکیم انگلیس در اینجا صحف کرده هزار سال است دولت ایران حکومت و ولایت فروشی را پیشه نموده الحمدلله و المننه عاقبتش به شر منجر نگشت باری بسیار دردسر دادم من هیچ وقت اینقدر چانه نزده بودم چون در مارسی چند نفر از نورسان ایران هستند که خود را عالم حکمی می دانند هر شب از بیکاری در میان ما این صحبت های جنگ و جدل هست رأی من غیر از رأی ایشان است. این است که عادت کرده ایم به یا و گویی. حاجی محسن آقا گفت سرکارخان، حقیقتا اگر سه شبانه روز از این مقول صحبت فرمایید بنده حاضرم به استماع نمودن. واقعا بسیار خوش گذشت. خلاصه بعد از صرف چای ساعت به هفت رسیده بود. خداحافظ گفته متفرق شدیم. در راه به رضاخان محبت آمیز گفتم خان واقعا خوب صحبت کردید حاجی محسن آقای ما هم معتقد بر این است که قانون در ایران مشکل است جاری شود نمی توانند صورت دهند گفت بابا جان اینها همه بهانه است برای نظامات درست است بسیار خونها ریخته شده زیرا که گاهی رعیت از قانون وحشت کرده وقتی رؤسای روحانی منکر قانون بوده و زمانی سلاطین قانون را منافی استقلال خود دانسته زدیت کرده اند. امروز در ایران این ملاحظات به تجربه رسیده که سلطنت و استقلال پادشاه با قانون مشروطیت هزار مرتبه مشعشعتر و عزیزتر و با از پادشاهی بارباری است. رعیت هم خوب دریافتند که رفاه حال و مکنت و دولت ایشان بسته به دستگاه قانون نیست و علما هم متحد هستند زیرا احکام و عوامر خدا با قانون بهتر اجرا می شود و معطل نمی ماند. اگر عکس این را رأی دهند در میان مردم بدنام می شوند انود و خود قرض به قلم می روند. در اینجا به جز چند نفر وزرای بی انصاف خائن که به مداخل خودسری ایشان از قانون نکس آید می گردد و از چاپیدن رعیت باز میمانند و متضرر می شبند، هیچ کس منکر قانون مشروطیت مقدس خداپسند و محبوب القلوب نیست همه اینها عذر ناموجه است که میآورند، مشکل به نظر می دهند که مردم را به وحشت اندازند تا رغبت ننمایند که به منافع شخصی آنها زیان وارد آید. به نظر بنده اجرای قانون در ایران چنان سهل و آسان است که گویا میروی از دکان عطاری گزنگبین میخری. نان پخته است و قبای دوخته. میخواهی برو فردا کتب قوانین انگلیس را بیاور و ترجمه کن دستگاه قانون را از دستگاه اجرا سوا کرده مجری بدار. آنچه نوشتهاند اول خود و اولاد خود را تسلیم نموده، سپس رعیت سر تسلیم به آستانه آن میگذارد. خیال وزرا و حکام ما این است که حکم را خود بدهند و فراشباشیشان اجرا کند. البته در این صورت مشکل است. باری سر دراهی رسیده از همدیگر جدا گشته خداحافظ کردیم.